سلام، من شیما هستم. امیدوارم که خوب باشید. توی این ویدیو قراره آموزش حرکت ایر اسکوات یا اسکوات با بست بدن رو به شما بگم. ولی قبل از اون بهتره چند تا نکته با هم دیگه مرور کنیم که اهمیت یادگیری حرکات ورزشی رو به خوبی درک کنید. به صورت کلی یک سری حرکات وجود داره که مثل الفبا میمونه و هر ورزشکار باید بتونه اونا رو انجام بده و اصلا مختص به روش تمرینی خاص یا رشته تمرینی خاصی نیستش. البته همیشه یه سری تفاوت‌ها، یه سری استثناها وجود داره. سعی کنید هر وقت خواستید نسبت به ورزش هیجانی بشید و حالا لود کنید وزنهای سنگین رو. این رو به خاطر داشته باشید تا زمانی که شما راه رفتن رو بلد نباشید نمیتونید بدوید. پله پله آروم و پیوسته سعی کنید توی ورزش حرکت کنید، عجله نکنید. قراره که ما یک عمر بدن سالم نگه داریم و ورزش کنیم. به طور مثال وقتی شما حرکت ایر اسکوات که با وزن بدن رو نمیتونید به خوبی انجام بدید، چطور میخواید وزن رو اضافه کنید و با یه وزن بیشتر اون کار رو انجام بدید؟ برای شروع حرکت ایر اسکوات یک سری نکات وجود داره که حالا من اونا رو توضیح میدم. فاصله پاها رو به اندازه عرض شونها بذارید، پنجه پا کمی به سمت بیرون. توی حین اجرای حرکت کف پا رو کاملا روی زمین نگه دارید و قوس طبیعی کمرتون حفظ کنید. برای شروع حرکت بازن رو عقب به سمت پایین میفرستید و همزمان دستها رو در امتداد شونها به سمت جلو میارید. حالا من چند تکرار رو انجام میدم و بعد بیشتر راجبش صحبت. اسکوات رو خیلی عمیق انجام میدن و باسن رو کاملا عقب به سمت پایین میپوستن. خب اگر شما هنوز اون اسکوات رو 90 درجه رو بلد نیستید خوب انجام بدید، این رو اگر انجام بدید کاملا فرم بدن به هم میریزه و امکان داره فشارهای نامناسبی توی قسمت زانو یا حالا کمر احساس کنید. پس اول اسکوات ها 90 درجه. خب نکته دوم، فرم زانو هاست. همزمان که داریم باسن رو عقب به سمت پایین میدیم، کمی زانو ها رو به سمت بیرون باز کنید. چون اگر کسی کنترل زانوها رو نداشته باشید و به سمت داخل بچرخونید، یک فشار نامناسبی توی عضلات بالا پا و دور زانو قسمت زانو احساس میکنید و همچنین پاتون از سمت بیرون از روی زمین بلند میشه. خب حالا میریم که انجام بدید. خوب دقت کنید، من آروم انجام میدم که بهتر بشه. باسن عقب به سمت پایین و زانوها کمی به سمت بیرون باز شد. میبینید این خیلی حالت سیفیه و کمک میکنه که فشار اضافه روی عضلات زانو نباشه. نکته سوم، دقیقا زمان شروع حرکته که خیلی از ورزشکاران ما میبینیم باسن رو فقط میفرستن به سمت عقب و کمر خانوها به سمت جلو پرت میشه. فرض کنید که میخواید بشینید روی یک صندلی یا حالا روی هر سطحی. اگر فقط من باسن رو به سمت عقب بدم ببینید چه اتفاقی میفته. کمرم میره جلو و نمیتونم عملا بشینم، ولی اگر بخوام اینجا بشینم باید باسن رو عقب به سمت پایین بدم که به اون سطحی که دارم برسه. میبینید؟ خب ما این کار رو در روز زیاد انجام میدیم، فقط دستا رو میپرسیم جلو، دستا رو میذاریم روی پا و میشینیم. درست شد؟ این خودش یکی از تمرینات برای ابتدای شروع حرکت ایر اسکوات. خب نکته چهارم که اشتباه خیلی رایج بین ورزشکاران اینه که برای شروع حرکت زانوها رو به سمت جلو میفرستن. اگر که دیدین کسی دیپ اسکوات میزنه یا اسکوات عمیق میزنه و در نهایت در انتهای حرکت پایین نشسته، زانوهاش جلوتر از پنجه پاشه، این هیچ مشکلی نداره. فقط الان صحبت چی بود؟ زمان شروع حرکت زانوها به سمت جلو نباید بره. خب نکاتی که لازم بود برای شروع این حرکت رو خدمتتون گفتم، ولی نکات خیلی زیادی وجود داره. واقعا تا صبح میشه راجع به این حرکت صحبت کرد. حتما در آینده ویدیوهای بیشتری میسازم و موردهای خاص رو بیشتر بررسی میکنم. مثلا اینکه یکی طول پاهای بلندتری داره، طول پاهای کوتاهتری داره، یا اینکه پاشنه پاش به صورت ناخودآگاه از روی زمین بلند میشه و خیلی از این موارد که باید چیکار کنیم که بتونم راحتتر حرکت رو انجام بدم. ممنون که ویدیو من رو نگاه کردید، لایک کردید و کانال من رو سابسکرایب میکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. خدا نگهدار.